وقتشه که سال نو رو جشن بگیریم. خوبک خلبان چک شد، خلبان اونم چک شد، مهماندار مقررات فدرال سیگار کشیدن در حال پرواز رو ممنوع کردن. بالا بالا دوتر یا هر استرای کوف دیگه هست. دیر کردم، خبرچینم کارش خوب بود ولی به اندازه کافی زود انجامش نداد. جوکر کارکنان هواپیما رو کشته و اینطور که فهمیدم اون تازه شروع کرده. اون قصد داره از گاز مرگبارش علیه مردمی که نصف شب توی میدون گاتام جمع میشن استفاده کنه. یه چیزی توی ذهن معیوبش نمیتونه تعطیل از این شهر رو تعامل کنه. جوکر اعلام کرده این شهر به اندازه کافی برای دوتا قاتل دیوونه جا نداره. ماشینو بذار روی حالت خودکار، قراره اونو متوقف کنم که باید بکنم، باید قبل ساعت 12 باشه. هاروی دنت رو میبینیم که تا دیر وقت توی دفترش نشسته و در حال کار دستیار رو اون در میزنه و تو میاد. هاروی بهش میگه که کارمون تموم شده و بهتره بقیه این شب مهم رو پیش خانوادهمون باشیم. دستیار به هاروی میگه که اگه ما هر شب تا دیر وقت کار میکنیم. هاروی در حالی که داره آماده رفتن میشه به اون میگه که هر چیزی دو رو داره، اما دستیار چیز مهمی پیدا کرده که بهتره هاروی دنتو رو ببینه. هاروی به اون توجهی نمیکنه، اما بعد از اینکه اون میگه بخشی از روابط فالکون به خانواده وین برمیگرده، هاروی کنجکاو میشه و پرونده رو میخونه و متوجه رابطه رومن با بروس میشه. تقریبا نصف شب. این دنیا چه مرگشه؟ بعد از این همه بدبختی فقط یه هواپیمای سنباش دزدیدم. فکر میکنی به هواپیما بهم میدن که درست پرواز کنه؟ آها فهمیدم، خیلی سنگینه. هواپیما رو بذار زمین. الان کار دارم، شاید بعدن. جوکر بندر گاتام. فالکون رو میبینیم که یک مهمونی توی کشتی به مناسبت سال پیش رو گرفته. اون توی مهمونی با رقیبش مارونی حرف میزنه. مارونی راجع به خطری که هر دو خانواده رو تهدید میکنه میگه، اما رومن معتقده که قاتل با مارونی و کسب و کارش کاری نداره. بعد سال نو رو به اون تبریک میگه و ترکش میکنه. اون به پیش خواهرش کارلا میره. کارلا معتقده که رومن دوستانش رو نزدیک نگه میداره و دشمنانش رو نزدیکتر. رومن دنبال پسرش آلبرتو میگرده و از کارلا میپرسه که اونو ندیده. کارلا هم میگه بیرون میره تا هوا بخوره. اون روی عرشه بوده و بهش خبر میده که رومن دنبالشه. بعد از رفتن کارلا، رومن با خودش فکر میکنه که به هیچ کس جز آلبرتو اعتماد نداره. آلبرتو رو میبینیم که روی عرشه کشتی واستاده و فکر میکنه. کارلا بیرون میاد و اون رو میبینه، اما درست توی همین لحظه قاتل کریسمس یا هالیدی اونو با شلیک گلوله به قتل میرسونه و جسد آلبرتو توی آب میفته. هاروی رو میبینیم که به خونه برگشته. اون حسابی زیر این برف خیس شده و همسرش به بدرقه اون میاد و اونو با حضور خانواده گوردون توی خونهش سورپرایز میکنه. هاروی با ناراحتی به آشپزخونه میره و گوردون هم به دنبال اون میره. زن هاروی و دختر گوردون با هم حرف میزنن و درد دل میکنن. باربارا از گیلدا میپرسه که اوضاع چطوره و گیلدا هم میگه بعد از حضورشون توی این خونه جدید اونجوری که انتظار داشته پیش نرفته. فالکون، جوکر و هالیدی قضیهشون خیلی پیچیده شده. باربارا جلوی حرف زدنش رو میگیره و میگه که امشب نباید حرفی از کار زده بشه. اون آرزو میکنه که سالی که میاد سال خوبی برای همه باشه. به آشپزخونه میریم، جایی که هاروی دنت با غم و خستگی و مقدار زیادی حس سردرگمی واستاده و به گوردون میگه باید راجع به بروس وین حرف بزنیم. میدونم چرا اینقدر از دست و عصبانی، چون دارم سعی میکنم مثل تو کریسمس رو متوقف کنم. چرا که نه، تو نمیدونی قاتل کریسمس کیه، منم نمیدونم قاتل کریسمس کیه، ولی اون ممکن امشب توی جمعیت باشه و تو دیوونه ای. اینقدر طول کشید تا بفهمی؟ یه سوال کوچولو، وقتی ساعت 12 بشه میتونم یه کوچولو بوست کنم؟ این رو نه حساب میکنم. سال نو، جایی که به والدینم قول دادم، قول برای خلاص کردن این شهر از دست شری که جونش رو گرفته، باشد که بالاخره بهش عمل کنم. خب دوستان عزیز، قسمت 4 از سری کامیکای جذاب بتمن هالووین طولانی هم تموم شد. نظرتون رو راجع به این 4 قسمت که تا الان ساختیم توی کامنت ها بنویسین. اگه دوست دارین لطفاً با لایک و کامنتاتون بهمون انرژی بدین که حسابی خسته ایم. فعلا تا فکت ویدیو و داستانی دیگر، گود بای.